همزمان با نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا، بهای کالاهای بهداشتی به ویژه ماسک و شوینده های ضد عفونی کننده در بازارهای کشور سرسام آور شده است. دین روز به یک دکانهای دوا فروشی رفتیم، یک ماکس دانه 25 روپیه برای ما نرخ کرد، ما خریده نتونستیم. مونگا سرپرست هم نلرو، نرای جمهور لرو، نده خاص قانون موجود ده، نو دو جوال پخپل منز که جور شی، پس لغی نو بیا زمان غم و اخوری. بهای فرآورده هایی که این روزها بیشتر توصیه می شوند، نیز به گونه چشمگیر افزایش یافته است. لیمو بود به 40 روپیه، به 30 روپیه. آلی با 100 روپه، با 120 روپه. فروشندگان کالاهای بهداشتی میگویند که این کالاها هیچگاه در بازارهای کشور به پیمانه زیاد وجود نداشتند. از همین رو افزایش یک بارگی تقاضا با آنها باعث افزایش قیمت ها شده است. قبلا ما از بیرون وارد نکردیم. از بیرون وارد نکردیم، مال از بیرون اجازه نمیده که تو این مواد را بار کنی بیاری. مثال دبی است نمیمونه. ایران است نمیمونه، خودشون به مصرف خود نگاه کردن. اوردر فعلی ما در حدود 3 میلیون دانه ماسک هستن. 3 میلیون دانه ماسک است که ما اونور جواب میتیم، مجبور هستیم جواب بدیم. اینجا ماسک پیدا میشه، دفعتن تاجر چین زنگ میزنه، تمام ماسک جمع آوری میشن از طریق قاچاق یا گمرکات پس طرف چین اولا میشن. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که بازرگانان واردات کالاهای بهداشتی را افزایش خواهند داد. تقاضا در بازار داخلی، تقاضا در بازارهای کشورهای همسایه و کشورهایی که ما از وارد میکنیم وجود داره، اما به زودی تقاضا مشبوع میشه و امکان قیمت ها پایین آمدنش هم وجود داره. دیدگاه وزارت صنعت و تجارت را در این باره به دست آورده نتوانستیم.